فوتبال، دنیای پر از هیجان و شگفتی ها که صدها میلیون آدم رو برای دقایقی محو جذابیت خودش میکنه. اما این دنیای دوست داشتنی تلخی‌هایی هم برای طرفداراش به همراه داره که یکی از اونا مرگ غیر منتظره ستاره های محبوب فوتباله. در این قسمت نگاهی به فوتبالیست‌های خارجی خواهیم داشت که در سن کم با زندگی فدا کردن. مارکو وینفو از کشور کامرون در سال 2003 در جریان رقابت‌های جام کنفدراسیون این بازیکن در دقیقه 72 در بازی برابر کولومبیا به طور ناگهانی روی زمین افتاد و دچار حمله قلبی شد. چنین صحنه دردناکی تمام تماشاگران را شوکه کرد. تیم پزشکی 45 دقیقه برای بازگرداندن او به زندگی تلاش کردند، اما بیفایده بود و فو نهایتاً در زمین فوتبال جان خود را از دست داد. این اتفاق یکی از تلخ‌ترین تصاویر تاریخ فوتباله. خوزه آنتونیو ریس از کشور اسپانیا، ستاره سابق تیم‌های آرسنال، رئال مادرید و سویا، در حالی که در حال بازگشت از سمیر تیمش به خانه بود به دلیل حادثه رانندگی جان خود را از دست داد. گفته شده انقدر شدت برخورد بالا بود که خودروی اون دچار سوختگی شد. دیوی کوپر از کشور اسکاتلند، یکی از بازیکنان نامدار فوتبال اسکاتلند، در سال 1995 در حالی که تنها 39 سال سن داشت در بیمارستان شهر گلاسکو و بر اثر ابتلا به یک تومور مغزی بدن جان خودش را از دست داد. هواداران فوتبال در این کشور مرگ اون رو باور نمی‌کردن و انتظار نداشتن او در چنین سنی فوت کنه و معتقد بودن اون به چیزی که استحقاقش رو داشته نرسیده. آنتونیو پوئتا از کشور اسپانیا در آگوست سال 2007 در جریان دیدار دو تیم سویا و خطافه در لالیگا، این بازیکن جوان 22 ساله سویا در جریان بازی بدون برخورد با کسی دوبار به زمین افتاد و مشخص بود که نمیتواند بازی را ادامه دهد و تعویض شد. با اینکه در حین تمرینات این اتفاق برای او پیش آمده بود، اما توجه زیادی به آن نشد. بعد از اینکه او را به بیمارستان انتقال دادند، او به کما رفته بود و بعد از گذشت چند روز با مرگش شوک بزرگی به فوتبال دنیا و هواداران سویا وارد کرد. علت مرگش ایست قلبی عنوان شد. شیخ تیوته از کشور ساحل آج، این هافبک آفریقایی کارنامه درخشانی از خودش به جای گذاشته و پیشنهادهای زیادی رو هم از طرف تیم‌های نامدار انگلیسی رد کرد تا سپس راهی چین شو برای تیم بیجینگ انترپرایز بازی کنه. اما در یکی از تمرین‌های این تیم دچار حمله قلبی شد و جان خودش رو از دست داد. فرناندو ریکسن از کشور هلند، مدافع هافبک راست هلندی در طی 19 سال حضورش در زمین افتخارات زیادی همراه تیمش کسب کرد. او در سال 2019 در حالی که فقط 43 سال سن داشت بر اثر ابتلا به یک بیماری عجیب به نام نورون حرکتی جان خودش را از دست داد. گری اسپید از کشور ولز، او یکی از بازیکنان نامدار و مشهور دوران خودش بود که به ضربات قدرتمند سر شهرت داشت، اما در سال 2011 همسرش در حالی اونو پیدا کرد خودشو در گاراژ خونه حلق‌آویز کرده بود. ایشون فقط 43 سال سن داشت که بر سر افسردگی دست به خودکشی میزنه و این اتفاق برای هواداران تیم ملی فوتبال ولز اصلا قابل باور نبود. آندرس اسکوبار از کشور کولومبیا، یکی از معروف‌ترین مرگ‌های بازیکنان فوتبال که بسیار عجیب و دور از انتظار بود. اسکوبار در جام جهانی 1994 در ترکیب تیم ملی کولومبیا به میدان رفت که با یک گل به خودی سبب حذف تیم ملی کشورش شد. پس از بازگشت به کشورش در محوطه یک پارکینگ مورد اصابت 6 گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. در واقع دو مرد عضو مافیا این کشور اونو به قتل رسوندند. این مدافع ملی پوش تنها 27 سال سن داشت و مرگ اون بسیار شوکه کننده بود. و آخریش سقوط پسران یونایتد.
در سال 1958 هواپیمای حامل بازیکنان تیم که از بازی برابر ستاره سرخ بلگراد به خانه برمیگشتند در بین راه برای سوختگیری به مونیخ رفتند. در نهایت یک حادثه در فرودگاه این شهر باعث مرگ 23 نفر شد که 8 نفر آنها بازیکنان اصلی تیم بودند و این مسئله باعث شد تیم یونایتد تا سالها نتواند به دوران اوج خود برگردد. اما پس از 11 سال آنها توانستند با پادشاهی در فوتبال اروپا دوباره قهرمانی را تجربه کنند.